سلام، خوبین؟ تو این ویدیو میخوام بریم سراغ آن رپ. قبل از اینکه شروع کنم پیشنهاد میکنم که اگر ویدیوی آشنایی با یووی مپ رو ندیدید که الان این پایین سامنیلش میاد، این بالا هم بهتون سجست میشه، حتما برید اونجا اونو نگاه کنید. ویدیوی کوتاهیه، 11 دقیقه بیشتر نیست. بعد میان سراغ این ویدیو. ضمن اینکه من دارم از بلندر 2.83 استفاده میکنم که من کلیک میکنم کیوبام رو سلکت میکنم و میرم اینجا تو قسمت یووی ادیتینگ و همینطور که میبینید وقتی که میرم تو قسمت یووی ادیتینگ به صورت اتومات من تو حالت ادیت مود کیوب قرار دارم. همه ی ورتکس ها واسه من سلکت شده و اینجا داره یووی مپ واسه من نمایش داده میشه. خب این یووی مپ دقیقا همون یووی مپیه که بلندر به صورت پیشفرض انجام داده روی کیوب و یووی مپینگ خوبی هم هست. کیوبم رو سلکت میکنم، میام تو قسمت Object Data Properties، این یووی مپ رو ماکسیمایز میکنم و یووی مپینگش رو پاک میکنم. حالا اگر کیوبم رو سلکت کنم، تب رو بزنم، حالا اگر کلید یو رو بزنم، منوی یووی مپینگ واسه من باز میشه که یک سری آپشن های مختلف رو واسه یووی مپ کردن آبجکت به من میده. اولیش آن رپ هستش که ما اغلب اوقات 99% مواقع از آن رپ استفاده میکنیم. البته دوستانی که تو بحث کانسپت هستن یا توی بحث معماری بیشتر با آبجکت هایی سر و کار دارن که هندسی مشتقی از مکعب مستطیل مثل حالا دیوار، پنجره ها، چیزایی که مکعب مستطیل شکلن، میتونن از این کیو پروژکشن یا حالا ابزارهایی که به صورت اتومات یوی میکنن هم استفاده کنن. ولی خب اکثر مواقع ما اگر بخوایم بهینه ترین نتیجه ممکن رو بگیریم بهتره که آن رپ کنیم. حالا اگر من کلید A رو بزنم، همه آبجکت هم رو سلکت کنم و کلید U رو بزنم و از اینجا آن رپ رو انتخاب کنم، آبجکت من این شکلی آن رپ میشه. اگر دقت کنید تک تک این فیس ها واسه من به صورت جداگانه آن رپ شده و تو فضای یونیک قرار گرفته. قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم این نکته رو یادآوری کنم، ابزارهایی که ما داخل 3D ویوپورت داشتیم اینجا هم به همون شکل و هاتکیاش عمل میکنه. مثلا اگه من کلید 1 رو بزنم، میبینید که من تو حالت ورتکس های یووی قرار دارم، 2 تو حالت ایج، 3 فیس و 4 یووی آیلند که باهاش آشنا میشیم. ضمن این که اگر مثلا من الان بیام و این روی فیس باشم، این فیس رو کلیک کنم روش، کلید جی رو بزنم میتونم حرکتش بدم، X رو بزنم در راستای X حرکت میکنه، Y رو بزنم در راستای Y و چون محیط ما 2D دیگه از محور Z خبری نیست. واسه چرخوندنش هم میتونم کلید R رو بزنم و اگر بخواید روی یک عدد خاصی به چرخ خودت میتونید تایپ کنید، مثلا من تایپ میکنم 45 درجه، اینتر میکنم و اسکیل هم کلید S رو میزنم و اینجوری اسکیل داون و اسکیل آپش میکنم. خب من دوباره میام این یووی مپینگ رو از اینجا پاک میکنم که دیگه هیچ یووی مپی نداشته باشم. من دوباره میام همه این فیس ها رو سلکت میکنم، کلید U و آن رپ رو میزنم. حالا اگر من بیام همه این فیس ها رو سلکت داشته باشم و بیام اینجا تو قسمت UV و پک آیرلند رو بزنم، میبینید که الان تک تک این فیس های من به صورت جداگانه UV شده بود، اومدن و چیده شدن تو محیط 0 و 1 یونیک من. یعنی الان هر کدوم اینا یک فضای مختص خودشون رو به صورت یونیک دارن. حالا خیلی اوقات ما احتیاج داریم که این فیس هامون اینجوری جدا جدا از همدیگه یووی نشن، به اصطلاح توی یک یووی آیلند مشترک قرار بگیرن. اگر یادتون باشه گفتم این حالت های ورتکس سلکشن، اگه کلید 2 رو بزنم H میتونستم سلکت کنم، 3 فیس ها رو میتونستم سلکت کنم و 4 یووی آیلند ها. الان هر کدوم این مربعات یک یووی آیلند جداگانه هستن و خیلی اوقات ما میخوام که همونجور که گفتم اینا همشون یا حداقل چند به چند بخش تقسیم بشن و چند تاشون توی یک یووی آیلند یکی قرار بگیرن. واسه این کار چی کار میکنیم؟ ما باید به بلندر توضیح بدیم که این کیوب منو چجوری پوپوس کنه تو محیط 2D یا 2D. من میام توی سلکشن مود کلید 2 رو میزنم که برم تو اجا، این اجا رو انتخاب میکنم. اگه برم تو وای فای این اجا رو من الان انتخاب کردم، راست کلیک میکنم و میام اینجا مارک سیمز رو میزنم. دقت کنید مارک شارپ کنن یه چیز دیگه است، اصلا جداست، به یووی مپ ارتباطی نداره. الان صحبتم اینه مارک سیم. وقتی که روش کلیک میکنم
نها کنید این سیما الان تو حالت ادیت مودم بیام بیرون نشون نمیده. تو حالت ادیت مودش که باشید اون سیمایی که انتخاب کردید اجایی که تبدیل شدن به سیم دارن به شکل نارنجی رنگ نمایش داده میشن. حالا من کلید 3 رو میزنم، همه فیس‌ها رو سلکت میکنم، یو رو میزنم و آن رپ رو میزنم. اگه دقت کنید الان این سه تا فیس، این فیس، این فیس و این فیس به هم دیگه چسبیدن و یووی شدن. حالا این فیس، این فیس و این فیس هم به هم دیگه چسبیدن و یووی شدن. دیگه هر فیس واسه خودش یک یووی جداگانه نیست. ما الان دو تا یووی آیلند بیشتر نداریم. کلید ای رو میزنم که همه فیس ها سلکت بشن که یووی ها ما همه رو ببینم. میرم توی این قسمت کلید 4 رو میتونید بزنید یا اینجا روش کلیک کنید که فقط یووی آیلند رو سلکت کنید. حالا مثلا میام روی این کلیک میکنم، این الان کل این یووی آیلند رو واسه من سلکت کرد. اوکی، تب رو میزنم میام بیرون و این بهترین روش بود واسه آن رپ کردن آبجکت. حالا یه سری ابزار دیگه هم که داریم که با این به صورت اتوماتیک این کارو واسه ما انجام میده، اما خب نتیجهش اکثر اوقات واسه کار گیم یا کار فیلم سینمایی خیلی مناسب نیست. تب رو میزنم، دو رو میزنم، اولین کاری که میکنیم بریم این سیما رو پاک کنیم چون دیگه الان لازم نداریم. تب رو راست کلیک میکنم، میام و اینجا کلر سیمز رو میزنم، یعنی همه اون سیما کلر بشن. اینجا من همه ایجا رو انتخاب کردم و کلر کردم، اما اگر مثلا دارم میگم شما سه تا ایجا رو اینجوری سلکت کردید و مارک از سیم انتخاب کردید، حالا اگر بخواید فقط یک ایج رو از حالت سیم بودن خواهش کنید، همون ایج رو باید سلکت کنید و کلر سیم رو بزنید تا دیگه از حالت سیم بیاد بیرون. ولی من الان میگم همش سیم هیچی نباشه، کلر سیم رو میزنم و هیچ کدوم اینا دیگه الان سیم نیستن. حالا کلید ای رو میزنم و کلید یو، بیایم از ابزارهای اتوماتیک استفاده کنیم. اسمارت یو رو وقتی بزنید بر اساس انگل میتونید اینجا آبجکت رو یووی کنید. من اوکی رو میزنم، میبینید که بر اساس انگل اومد و الان دوباره باز هر کدوم از این فیس ها رو توی یووی آیلند جداگانه قرار داد و همه رو توی این فضای 0 و 1 یونیک چید. اگر بیام توی این آپشنش کلیک کنم میتونم از اینجا با کم و زیاد کردن این اسلایدر همزمان این یووی رو کنترل کنم. منتها چون الان این آبجکت من کیوب فرق نمیکنه چقدر اینو کم و زیاد میکنم، اجازه بدید مثلا دارم میگم من بیام این اج رو کنترل بی بزنم و اینو انقدر بولش کنم، این اج رو هم کنترل بی بزنم و یکم بول کنم به صورت اسموس. حالا اگر کلید ای رو بزنم، فقط دقت کن یه نکته، وقتی که من آبجکتمو داشتم ویرایش میکردم نرم افزار 3D خودش میخواد دوست داره که یووی کنه، میبینی که الان یووی کرده ولی یووی مپش خرابه. واسه همین وقتی که شما مدل سازی میکنید یووی مپینگ رو باید بذارید تو آخرین مرحله، یعنی مدلتون که تکمیل شد هیچ کدوم از این فیس ها و ایج ها قرار نبود دیگه حرکت کنن، بعد یووی مپ کنید. چون اکثر اوقات تمام 100% مواقع وقتی آبجکتتون رو ویرایش کنید یووی مپینگش خراب میشه. داشتم میگفتم حالا اگر کلید یو رو بزنم و این دفعه دوباره بیام اسمارت یووی پروژکت رو بزنم و اوکی کنم، این الان اینجوری به صورت اسمارت یا هوشمند واسه من یووی کرده. حالا چون این اجا رو من بول کردم، این زاویه تغییر دادنش باید یک شکلی از اونو ایجاد کنه. میبینید من وقتی کم میکنم زاویه رو، این محدودیت زاویه رو واسه کم و زیاد میکنم، با توجه به اون زاویه اینا رو سعی میکنه که یووی مپینگ رو انجام بده. حالا بستگی به این که شما نیازتون چه مدل یووی مپی باشه میتونه این نتیجه خوب یا بد باشه. تب میزنم میام بیرون، ایکس میزنم دیلیت میشه و این دفعه میام یه دونه سیلیندر داخل صحنه میسازم. خب سیلیندر به صورت پیشفرض آن رپ شده بود، یعنی اگر من بیام اینجوری پاکش کنم، فرض کنیم اگر ما می‌خواستیم اینو آن رپش کنیم چیکار می‌کردیم؟ تب رو می‌زدم، دو این اجای بالا رو همه رو سلکت می‌کردم و اینجوری مارک سیم می‌کردم، این اجای پایینم مارک سیم میکردم. بعد اگر الان من بیام و همه فیس ها رو سلکت کنم، یو رو بزنم و آن رپ کنم، نتیجه درست نیست. این بالا و این پایین درست یو آن رپ شدن، اما اینجا درست آن رپ نشده. چرا؟ چون همه اینا با هم دیگه پیوستن. فرض کنید اگر اینو قرار بود ما یک کاغذ رول شده داشتیم و قرار بود این روی زمین پهن کنیم، مجبور بودیم یک جا رو برش بزنیم که این کامل پهن بشه. ما این کارو نکردیم. من دوباره کلید 2 رو میزنم، مثلا این اج رو انتخاب میکنم، راست کلیک و
مارک سیم رو میزنم. حالا بلندر میدونه که باید از اینجا برش بزنه و آن رپ کنه. 3 همه فیس ها رو سلکت میکنم، یو و آن رپ. همینجور که میبینید واسه من آن رپ کرد. حالا بیایم من دوباره این یوی مپش رو پاک میکنم و بیایم دوباره کلید 2 همه رو سلکت کنیم و کلر سیم میزنم که همه سیم هم کلر بشه. دیگه سیمی نمیخوام. دوباره همه فیس ها رو سلکت میکنم، یو. و این دفعه بیایم به جای این اسمارت یووی، الان ببین دوتا کار ندارم، بیایم از این روش های اینجا استفاده کنیم. ما کنیم نوشه کیوب پروژکشن، سیلیندر و اسفیر پروژکشن. و اساس همون اسمی که داره سعی میکنه یک آبجکت یا دور تا دور اون آبجکت قرار بده و در راستای زوایای اون آبجکت، آبجکتی که شما میخواین رو یووی کنه. مثلا من الان یو رو میزنم و کیوب پروژکشن رو میزنم، یعنی بر اساس یک کیوب یا مکعب. کلیک میکنم، نگاه کنید، این سعی کرد یک کیوب دوره، یک کیوب فرضی دوره آبجکت من درست کرد و از طریق فیس های اون کیوب سعی کرد این رو یووی مپینگش رو انجام بده. اگه من اون رو کلیک کنم و جی رو بزنم، نگاه کنید چه شکلی شده، یه همچین نتیجه بهم داده. اگه سه رو بزنم و این رو سلکت کنم، جی رو بزنم، نگاه کنید اینجوری شده که نتیجه خوبی به نظر من نیست. حالا تب میزنم و میام همه فیس ها رو اگر سلکت کنم، یو رو بزنم و این دفعه بیایم مطابق با شکل اسمیش اینو این کار رو انجام بدم. مثلا نوشته سیلیندر پروژکشن، یعنی به اساس یک سیلیندر پروژکتش کن. من اینو میزنم، بلندر الان اومده یه سیلیندر دور تا دور رو این درست کرده و بر اساس اون پروژکت کرده یووی رو که همچین نتیجه ای داده. اگه ببینید بهتر شده نتیجهش، ولی بازم اصلا نتیجه خوبی نیست. یکی از دلایلش اینه که ما این فیس بالا پایین هم انتخاب کردیم، اینا مشکل سازن واسه سیلیندری که میخواد دور تا دور. این فیس ها بر اساس سیلیندر، بر اساس یک استوان خوب یووی میشن، ولی اینا کار خراب کنن. ببین اینا رو دیسلکت کنیم، اینم دیسلکت شد و اینو سلکت کنم دوباره. خب حالا اگر یو رو بزنم و دوباره بیام سیلیندری کار پروژکشن رو بزنم، میبینید که واسه من این شکلی یووی کرد. حالا اگر این و این رو بزنم یو و بیام اینو بر اساس کیوب پروژکشن درستش کنیم، میبینید که اینا یوویش درست میشه، چون یک کیوب اگر تصور کنید از بالا مستقیم داره به این نگاه میکنه و یووی این یووی خوبی میشه. به هر حال من دوباره میام بیرون از این آبجکت و اینو پاکش میکنم. حالا بیایم این سوزان یا همون مینمون رو اد کنیم. تب رو میزنم، این یووی مپینگ دیفالتش هست. من پاکش میکنم و میام اینجا یو رو میزنم و بیام این رو به صورت اسمارت یووی یوویش کنیم که این شکلی میشه. از اینجا میتونیم دقیقا باز با همون زاویه بازی کنیم، کم و زیاد کنیم. من زیاد کردم زاویه رو، میدید که وقتی زاویه رو زیاد کردم این شکلی شد یوویش. هرچی کمتر کنید این شکلی میشه، ولی کلا این نتیجه خوبی واسه یووی نیست و باید آن رپش کنید. حالا من میام مثلا اینا رو انتخاب میکنم، چشما رو اچ رو میزنم که نشون نده چون چسبیده به آبجکت نیستم. میام دو رو میزنم و این اج رو انتخاب میکنم، با این اج ها اینا میبینید من الان این اج های دور تا دور رو انتخاب کردم. راست کلیک میکنم و مارک سیم رو میزنم. حالا اگر همه فیس ها رو انتخاب کنم، یو و آن رپ رو بزنم، واسه من این شکلی آن رپ کرده. اگر من آر رو بزنم بچرخونم که مستقیم ببینیم، ناگهان سعی کرده میمون رو این شکلی یووی کنه. اگر بخوام یکم بهتر نتیجه یووی بگیریم، مثلا من خودم به شخصه میام این شکلی یوویش میکنم. ای رو میزنم، اول همه این سیما رو کلر میکنم که دیگه نباشه. این اجای دور تا دور رو انتخاب کنیم، میبینید کدوم اجا شد. اگر من اینا رو حالا سیم کنم و بیام همه فیس ها رو سلکت کنم و یو رو بزنم آن رپ، الان این آبجکت من، میمون من اینجا اینجور درست یووی شد. اما اگر بسته به اینکه چه نیازی داشته باشید، یووی مپ های مختلف میتونه واسه تون راه گشا باشه. فقط این نکته که اصلا اینجا یووی مپینگش مطمئنا خراب، واسه اینکه بهتر متوجه بشید بیاید تو قسمت شیدینگ
هنوز قسمت رو واسهش ویدیو نساختیم، احتمالا تو ویدیو بعدی بیایم سراغش. هر چی که لازم باشه الان من بهتون میگم، نگران نباشید. من مانکی رو سلکت دارم، روی نیو کلیک میکنم و اینجا متریال واسهش ساخته میشه. تو قسمت متریال واسهتون توضیح داده بودم این قسمت رو. من روی متریال اینجا باز کلیک میکنم و اسمشو میذارم، مثلا اسم متریالمون میذارم UV Map و اینتر میکنم و من رفتم داخل سایت texture.com این سایت. میبینید اینجا نوشته texture.com، سایتی که به شما تکسچرهای مختلف میتونید رایگان دانلود کنید. رفتم یک تکسچر چوب، انواره چوبی این شکلی دانلود کردم. این رو میدید به محلی که دانلودش کردید و از اونجا درگ اند دراپ میکنید داخل محیط 2D شیدرتون و میایید اینجا این قسمت کالر رو کلیک رو روش نگه میدارید، درگش میکنید و به این قسمت بیس کالر میچسبونید. همینجور که میدید الان این تکسچر من همون این اساین شد به این میمون من. اینجا هم تو حالت متریال پریویو هستش، دقت کنید. حالا اگه من دوباره میرم برمیگردم تو حالت UV Editing هم اینجا هم بیاییم بیاییم تو حالت متریال پریویو که اینجا ببینیم. خب حالا که A رو بزنم نما کنید، این قسمت جلوی میمون من که UVش کرده بودم UV خوبی هم شده بود، قشنگ پهن شده. اگه دقت کنید برش خوبی بود، اینجا خیلی راحت رو زمین پهن شد. الان اینجا توی حالت قرار گرفته. میبینید اگر من اینجا تب رو بزنم بیام بیرون و بیام تو لی اوت و اینجا بیام تو ادر متریال پریویو نما کنید، نسبتا این جلو اگه شید اسموس رو هم بزنم این تکسچر من خوب پروژکت شده روش، مشکلی نداره. اما اگه این بالا رو نگاه کنید اینجا همش یه جوری شده. من دوباره برگردم تو حالت یو ادیتینگ. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینجا این شکلی شده. دقیقا این یووی هر جای تکسچر که باشه اون تکسچر رو نشون میده. اگه اصلا من آر بزنم و اینو این شکلی کنم، بذار روی یک دونه آبجکت دیگه اینو امتحان کنیم. من اینو دیلیتش میکنم، شیفت ای، یه دونه کیوب میسازم و از اینجا میام تو قسمت متریال و میتونم بهش متریالی که ساختیم یووی مپ رو اساین کنم. میرم تو تب، تو حالت ادیت مود و تب رو میزنم تا یوویاشو ببینم. الان اگر دقت کنید این یوویاش بر اساس هر جا که این فیس ها باشه داره اون تکسچر زیرش رو نشون میده. من اینجا مثلا این ورتکس ها رو اگر سلکت کنم، این ورتکس ها کجا؟ من جی رو میزنم اینو که حرکتش بدم. اینا این ورتکس ها اینجا فکر کنم. آره من کنترل زد میزنم برای یه سر جاش. نما کنید اگر من این ورتکس ها رو بیام در راستای ایکس اینجوری حرکت بدم و این شکلی کنم، نما کنید چه اتفاقی میفته؟ استرچ میشه، دچار جم میشه. این شکلی داره نشون میده، میبینید خراب میشه. چرا؟ چون این فیس من دقیقا باید درست روی زمین پوست بشه دیگه، روی محیط 2D. هر وقت احساس کردید متوجه نمیشید، همون بحث باز کردن کاغذ کادو یا جلد کردن یک آبجکت رو در نظرتون بیارید. این الان قشنگ اوکیه، یعنی از حالت بالا اومده، هیچ کش اومدگی یا جم شدگی نداره. ولی اگر من این ورتکس ها رو حرکت بدم، حالا چه در این راستا که دچار کش اومدگی بشه، نگاه کنید چه اتفاقی میفته. الان اینو من این شکلی طولش رو زیاد کردم، نگاه کنید اینا که درستن دارن درست تکسچر زیر رو نشون میدن، اما این که این همه من بردمش سمت راست اینجا این شکلی شده. بس مهمه که ما این شکل یووی مپینگمون با شکل آبجکتمون تطبیق داشته باشه. حالا من دوباره برمیگردم تو قسمت شیدینگ و این دفعه من اینو پاکش میکنم. X رو میزنم پاک بشه، شیفت A میزنم. شیفت اگه یادتون باشه تو محیط سبودی آبجکت میساخت، اینجا هم نود میسازه. ما به این هر کدوم اینا میگیم نود. شیفت A میزنم و از اینجا تو قسمت تکسچر میام و چکر تکسچر رو انتخاب میکنم و از اینجا کالرش رو به این قسمت بیس کالر اساین میکنم. نگاه کنید یعنی یک تکسچر چکر هستش که به درد یووی میخوره. حالا هر کس سلیقه ای داره از یه چکر مخصوص به خودش واسه یووی استفاده میکنه. شما از این تکسچر این هم میتونید استفاده کنید. بذارید بهتون بگم از کدوم از این ایمیج تکسچر اینجا نیو رو بزنید و بیاین توی این قسمت بلانک یووی گرید رو انتخاب کنید و اوکی کنید. حالا اگر اینو اینجا واسه کنید یعنی این تکسچر رو نشون میده. هر کس با توجه به سلیقه‌ای که داره
اون تکسچری که میخواد رو انتخاب میکنه. من جفتش رو بهتون یاد دادم. حالا ببین با همین کار کن. دوباره برمیگردم تا یو وی ادیتینگ و نگاه کنید این الان یو وی منه. شاید الان درست دیده نشه ولی اگر الان من همه رو سلکت کنم اینجوری میبینید. الان تکسچر من مشخص میکنه که اینجا مربعهای درست چهارگوشی هستن که اینجا توی محیط 3D ویوپورت من چون درست آن رپ شده اینا چهارگوشن، یعنی کاملا تطبیق داره. نه فیسای من دچار کشیدگی شدن نه دچار جمع شدگی، کاملا تطبیق داره شکل سه بعدی با شکل دو بعدی. اما اگه حالا من همون دوتا ورتکس رو بیام اینجوری در این راستا این شکلی بیارم، نگاه کنید این چکر من دچار کش اومدگی شد، من مستطیل شدن. اگه حالا برعکس من بیام جی ایکس و اینو بیارم این سمت، نگاه کنید دچار کش اومدگی شدن، از این طرف کش اومدن. این توی تکسچرینگ واسه ما اگر درست این آن رپ رو انجام ندیم مشکل ساز میشه. فرض کنید اگر من توی این حالت این شکلی باشم یه دونه خط که میکشم دیگه مثلا فاز زخامتش خیلی کم میشه و اصلا کلا نمیتونم درست تکسچرش کنم. واسه همین باید سعی کنید که یووی مپینگتون درست انجام شده باشه بدون هیچ کش اومدگی یا جمع شدگی. خب تو این ویدیو سعی کردم که ابزارهای آن رپ رو واسهتون توضیح بدم، مطمئنا کافی نیست. اگر پیج منو دنبال کرده باشید من آموزش مدل سازی صندلی رو گذاشتم، آموزش ریتوپولوژیش هم گذاشتم. یه ویدیو به زودی میسازم که کامل اون صندلی که ریتوپو کردیم رو یووی مپ میکنیم و توی اون سعی میکنم آن رپ رو بیشتر واسهتون باز کنم و توضیح بدم تا بهتر متوجه بشید. و در پایان ویدیو ازتون میخوام که اگر تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردید بیاین و تو کانالم سابسکرایب کنید، اونجا کلی ویدیو هست. اگر ویدیو رو دارید داخل اینستاگرام میبینید باید بگم که ویدیوها معمولا طولانی تر از 10 دقیقه میشه، حدودا 20 دقیقه یه ویدیو، حالا بسته به اینکه چه ویدیویی داریم میسازیم. واسه همین سعی کنید واسه دیدن ویدیوی کامل و ویدیوهای حالا بیشتر که شاید گاهی اوقات تو اینستا نمیذارم حتما داخل کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من ویدیو جدید ساختم واسهتون نوتیفیکیشن بیاد یا ایمیل بیاد متوجه بشید و بیاین نگاه کنید. مرسی که ویدیو منو دیدید. فعلا